Hold me
تشکر. بیننده های عزیز، اون نفرانی که تازه با شبکه سفینه پیوست هستید، چون همیشگی برنامه فضا است در همین وقت و ساعت مهمان خاندان شما. هموطنان عزیز، شام همه اتان را بخیر و شادی میگویم. تمنا میکنیم که برنامه فضا روشنی بخش کاشانه های همگی تان باشد. عزیزان، ما نیز در برنامه مهمان داریم. حضور دارند رامشگران و آوازخوانان انسامبل شش مقام شهر تورسونزاده به نام برنا اسحاق و که من ایشان را خیر مقدم میگویم. تشکر که آمدید به برنامه فضا. خب، نخستین ترانه را که غزل حضرت حافظ بود، مطرب و آوازخوان همین انسامبل شهرجان نعیموف سرایدند. تشکر، بسیار خوب، بسیار زیبا بود. واقعا وقتی که سرود معنی بلند دارد، آهنگ زیبا آماده شده است، شنونده واقعا راحت میبردارد، یعنی که قلب را تسخیر میکند. من آفرین میگویم به شما. تشکر. و دوستان عزیز، در پهلوی ما نشستن گل دختر زیبا رخساره خدای بردی و دادرک عزیز ارجمند ما محمد الله آریپوف، همچنین آوازخوان انسامبل شش مقام شهر تورسونزاده به نام بانو برنا اسحاق و صدرالدین تورسونوف. بیت یک سلام و یک پیام به مردم برسانید شما از برنامه فضا. هموطنان عزیز، به همتون سلام، شماتون بخیر. تشکر زیاد. آقای صدرالدین، بیت هم صحبت میشویم با شما، در مورد صنعت شش مقام حرف بزنید که این صنعت چگونه صنعت است، چی نازکی ها دارد، چگونه میتواند هنرمند که واقعا هم از پهلوهای اساسی این هنر کشفیات کند برای خود. خیلی که میدونیم صنعت شش مقام این شاستن صنعت تاجیک می باشد، یعنی نه فقط صنعت تاجیک، یعنی که این صنعت عموم جهانی می باشد. گوییم که مروارید صنعت جهان می باشد. چی دارد صنعت شش مقام؟ هنرمندی که این صنعت را انتخاب میکند، این رشته هنر را انتخاب میکند، باید چی را داند؟ هنرمندی که دل خودش به صنعت شش مقام پیوند کردن می خواهد، اساسا گوییم که این صنعت، اگر گوییم که از طرف اجرا کنندگی باشد، دیاپازون بسیار کلان را باید داشته باشد. طلب میکنند صنعت دیاپازون بسیار کلان دارد. با یا خصوصیت عجایبش همین که مثلا اساسا غزل خوانده میشد. این صنعت اگر شناخته شدن سر کند، بردی این صنعت همین که از غزلیات سر میکند، یعنی که از حافظ، از سعدی، از بدیل، چخیل که میدانیم ادبیات تاجیک سر کرده از رودکی تا حاضره،
یکی از نمایان‌ترین ادبیات جهان میباشد. یعنی که همه میخواهد که مثلا با ادبیات تاجیک شناس شود، چندین پروفسور اکادمیکو از خارج گوییم که سر و کار داشته با ادبیات تاجیک چقدر به موافقت نول گشتگیان. اساس نثر ششمقام غزل تاجیک میباشد. چی زینه ها رو در بر میگیرد ششمقام؟ سنت ششمقام از شش مقام عبارت بوده. اینو بزرگ، راست، عراق، دوگو، سگو، نوا. هر مقام با خودش شعبه دارد. هر شعبه با هر سرود دارن، نثر دارن، از مشکلات سر کرده تا گوییم که قشقرچه. این همش همین خواننده نازکی خود را دارد. با خواننده مدار می سوزد که باید همین البته زینه ها را داند. زینه ها را داند. چه در بالا گفتیم شش مقام اساسا معنی مقام یعنی جایگیری از یک زینه دویم زینه. بله. یعنی که آوازی مکمل داشته باشد اجرا کننده، آوازی فوراً داشته باشد، آوازی بلند داشته باشد که از یک مقام دیگر مقام مثلا رفتن گیرد. بله بله. خب در دایره فعالیت امروزه کوری انسمبل تون چی گفته میتوانید؟ امروزه کوری انسمبل ما از 12 نفر عبارت بوده. رهبر ما حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان، شاگرد استاد مقام برنامه سخن می باشم. ما در تحت رهبری همون کس هر روز سر و کار با مقام داریم، هر روز درس داریم. ما در اینجا بغیر از خودمون استودیوی کودکان تشکیل کردیم. من دو نماینده آوردگی ما کلانترش آوردیم. امروز دو نصیب یک معرفی میکنه، یک مقام خوانده میتین. من اینجا به آوردگ استاد گودم را تکا شورا جان، من این کس گویم که شاگردمان علاقه از 10-12 نفر زیادتشون کنسرواتوار داخل شده، خودمون تربیه کرده، همون ها حاضر با خودم اماده سر و کار دارم، خودمون کتی فعالیت دارم. من شاگرد جوانمون رفت جان یوسفوف، این کس صاحب گرند پری آوازی تلایی. آوازی تلایی. آوازی تلایی. بسیار خوب. واقعا وقتی که شاگردانتون رو همکنون در پهلواتون میبینید گمانم خیلی خرسند میشه. البته این میوه حاصل ما است. بله. تشکر. پس چون برنامه ما برنامه زنده سرایی است و خود شما شاید این برنامه را تماشا میکنید، زین رو فرصت آن فرا رسیده است که سرود دوم را در برنامه این شو می نشنویم. بعدا به قسمتی با صحبت برمیگردیم و سرود دوم را بیننده های عزیز اجرا میکرد. باز هم در همین قطار گلمراد خدایی بردیف. گمانم اکوی گلمراد هم نوازنده هستن هم آواز. البته. بسیار خوب. این فال نیک است وقتی که هنرمند از عهده نوازشی سازهای موسیقی می براید. مرمت ما و بیننده منتظر شنیدن ترانه نوبتی هستیم. خواهش میکنیم. Thank you.
سپاس میگویم با برادر ارجمندمون گلمراد خدای بردیوف، بسیار یک سرود بلند مضمون اجرا کردید. صداتون خستگی رو نبیند، راحت بخش بود. الحال صحبت میکنیم با خواهر عزیزمون رخساره خدای بردیوف و دادر گرامی عارفوف محمد الله. رخساره، گمانم که شما فرزند اکوی گلمراد. بله. همین گونه، چون از نسبتون بسیار احساس کردم. بسیار خوب است. پاسخ بگردونید که مکتب پدر شما رو وادار ساخت که ژانر شش مقام رو انتخاب کنید؟ بله، پدر همچون برای من استاد هستند. من نیز به مثل پدرم شدن خواستم و ژانر شش مقام رو انتخاب کردم. حال حاضر کجا تحصیل میکنید؟ مکتب صنعتی کودکانه. درساتون چطور است؟ چی رو آموخته در روند خوب من در سال؟ با من خیلی درس خوب میگذارن و در روند درس ها من تنها شش مقام نه بلکه دیگر ژانر را نیز می آموزم. و من خیلی مخلول از همین ژانر، از همین سبب این ژانر را انتخاب کردم. در صنف چندم می خونید؟ در مکتب صنعت باشد، در صنف پنجم. گمانم که 5 سال در این مکتب تحصیل بله. میکنید همین گونه. بعد از مکتب البته صنعت کودکانه را ختم کردن، بعد از مکتب میونه را ختم کردن، با کنسرواتوار داخل میشه. بله، بعد از مکتب صنعت با کنسرواتوار تحصیل خود را دوام میدهم و بعد از آن مقصد گذاشتم که در انسامبل شش مقام شهر تورسونزاده کار و فعالیت نمایم. الحال نقشه کشیدید بله. که پس از ختم کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان برمیگردید به شهر تورسونزاده. بله. خب وعده میدهید؟ آفرین، ما برای شما برار میخواییم خواهر عزیز. برابر تحصیل کجای هم فعالیت میکنید گوشرست شده؟ من برابر تحصیل غیر از شش مقام باز دوتور نیز مینوازم. در انسامبل دوتور نوازانی شهر تورسونزاده تحصیل مینمایم. در آنجا نیز با دوتور نیز من شش مقام سرویده میستم. بسیار خوب، یعنی که همکاری دارید. بله. محمد الله شما هم بگوید که شما کجا فعالیت میکنید، شما کجا میخونید، یکمکک حرف زنید. مرحبا. اولا با سلام علیکم، من شاگرد همون انسامبل شش مقام باشم در مکتب موسیقی شهر تورسونزاده در صنف 5 تحصیل میکنم. من صنفی خواهر بله. عزیزمون هستم. بله. من در دست خدای بردیوف گلمراد 5 سال تحصیل کردم. نازکی های همین شش مقام را، ناله های آن، نازکی همیشه همه آن را از خود کردم. طوری که اکوی صدر دین اینجا اشاره کردن، زینه ها دارد مقام. بله. و اون زینه ها رو اگر از بر نکنی شاید که موفق نمیگردی در این بله. ژانر. چگونه از بر کرده؟ چگونه صدای شما توانست که در همین ژانر راست بیاید؟ استادا چی گفتن؟ وقتی که من اولین بار به مکتب موسیقی آمدم، همین صنفی استاد شعر میخوندن، بعد من شش مقام رو انتخاب کردم و مقصد گذاشتم که تو همو شاگردی استاد شوم، نازکی های شش مقام را از خود کنم و همه این نازکی های شش مقام را از خود کردم و حاضر در همینجا سرود آوردید. بسیار خوب. انا اکنون با یاری استادم، با همراهی استاد میسن؟ بله بله. دل مونده نشود از انتخاب کردتون؟ چون گوش کردم ترانه سرایی رو، چون فهمیدم که زینه ها دارد مقام و واقعا مشکل تر است در گمانم برای یک نورس، برای یک جوان. دل مونده نشدید؟ گاه گاه پشیمون نشدید؟ چگونه بود؟ بله، این طرم شده است. وقتی که من بار اول در شش مقام آمدم، با من وزبینی میکرد، بعد آهسته آهسته پشتی سر کرده. پشتی سر کردم. بله. آفرین دادر عزیز، بسیار خوب. بر صورت ما برای هر دوی شما و برار و کامیابی آرزو میکنیم. واقعا هم دل بزرگ داشتن، نیت کردن، این خود موفقیت است. پس بیننده های عزیز، حال حاضر گلدخترک زیبا رخساره خدای بردیوف آماده هست که ترانه سوم را در برنامه این شبینه برای ما و شما هدیه بسازد. این دستگل است از جانب رخساره با کل هموطنان. خواهش میکنم. دور باد از سر سری
در گمانم که بیش از 20 سال است که انسامبل شما فعالیت میکند. همه سال چند سرودی آماده میسازید؟ کمکت در این مورد میخواهم گفته باشید. ما هر سال رپرتوار نو میکنیم مثلا. اساسا خیلی خودتا میدانید این صنعت شش مقام یکی از گویم که وزین ترین صنعت حساب میشد از روی تیار کنی. بله. آماده باشی مثلا. برای ما یک سال با از گویم که 10-12 اثر تیار می‌نماییم. تیار می‌کنیم، پیشکش مردم می‌کنیم. من در پیش 12 مای با قرار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روز شش مقام اعلام کرده شدگی. حال آمدگی فقط برای روز 12 مای ما یک تا کنسرت در مرکز شهر ترسون‌زده داریم. یعنی که ساکنان شهر ترسون‌زده،
مخلصان صنعت اصیل شش مقام آماده باشند که 12 می هنرمندان انسمبل شش مقام شهر تورسنزولا به نام برنو اسحاق و یک برنامه خوب شهدریز و گلبیز رو هدیه شون می سازد. رحمت کنم. توجه نسل جوان به این ژانر در منطقه تورسنزولا چگونه است؟ خیلی خوب است. باور کنید خیلی خوب است. برای که خیلی که من خودتان ما تکلیف کردید ما بسیار اشو میندار هستیم که با طرز زنده بله. خیلی شد که طرز زنده ما برآمد نکردیم این جای پوشیده نیست بله تا که ما تکلیف میکنم میگم که شما وای دارتون فنگرام دارتون که برای که نمیدونم چخیلی که حراس میکنم بیرون میکنم میگفته اکار خودشون کمتر وای میکنم من از طرز زنده خودتان دیسول من رفسود است بله. اما با فکر من رفصاد است هیچ مثلا مونگی نیست یکان ویرانگری نیست بله برنامه که ما تشکیل کردیم گروه اجاده تلویزیونی سفینه این هم مقصد یکانمون البته رونمایی هنر هنرمندان اصیل مملکت است که وقتا به طور زنده روبروی بیننده ترانه سرایی کنند از تلویزیون تا بیننده ها از هنرشون آگاهی یابد مقصد برنامه هم همین است بسیار خوب چون ببینید که سال 2005 از جانب سازمان بین المللی یونسکو شش مقام همچون شاهکاری فرهنگ بشریت قبول گردید و البته با سپرش پیشوای ملت قریب که در همه نواحی های کشور انسمبل های شش مقام کشوده شدند چگونه ما هنرمندان را در نظر دارم شمایان انقترش یعنی که نسل هنرمندان این هنر والا را این صنعت قدیمه ملت تاجیک را در عرصه بین الملل باز معرفی تر بسازیم باز سرود های را روی کار بیاریم که واقعا ماندگار باشد ما چه خیلی که در بالا قید کردیم استاد ما استاد صنعت شش مقام دوران گلمرد حافظ خلق جمهوری تاجیکستان چه خیلی که دیدید ما مکتب برنای ساقوا از نام همین انسمبل هم معلوم که برنای ساقوا استاد ما بسیار کوشش میکنن که ما هر یک هجای مثلا با مردم با پررگی رسانیده توانیم ما هر یک موسیقی مثلا ژانر مشکلات هر یک موسیقی ما با مردم در دل مردم جا کرده توانیم خیلی که در بالا گفتیم این غزل است غزل خودش یک جهت تربیتی کلان دارد مثلا اون اگر آهنگ خوب بندی باز دیگر بود دیگر چیز میشه سلام دوست در چورابینی های شهر در چورابینی های جمهوری روی چگونه اشتراک دارید چگونه ترانه ها پیشنهاد میکنید ما همه وقت در فعالیت هستیم ما چی چورابینی های مثلا گوییم که شهری چی چورابینی جمهوری روی خودتون نظمیتون انا شهر تفزاده اساسا این شهر صنعتی است شهر اگراری هست چی قدر که مهمان بیاد گوییم که من 100 فایز هم یه بار رفته از شهر تفزاده شناسایی میکنند با بله. ما بسیار در پیش همانا صنعت شش مقام را نشان میدهیم باید خورسته هم میشن راه برای چند دولت ممکن 40 ممکن 50 راه برای دولت تشریف شهر تفزاده کرده گیست ما بله. پیشی باید همه وقت صنعت شش مقام را پیشکش نمیدهیم بسیار تر تریزی زنده صحت من باشه تشکر من بار دیگر به همه شما سپاس میگم برای اشتراکتان رحمت با امید آنه که این آخرین صحبت ما و شما این آخرین ترانه سرای های ما و شما سر این سفره نباشد با امید آنه که باز دفعه و دفعه های دیگر همین گونه ترانه های زیبا آماده بسازید مهمان برنامه ما شوید تشنگان هنرتان را سیراب کنید و از فعالیت پرثمرتون برای این ملت قصه گویی کنید صحتمند باشید با عزت باشید خوش آمدید به استودیوی برنامه فضای تلویزیونی سفینه و به کل بیننده های عزیز سپاس سلامتی خانه آباد را آرزو میکنیم اگر توانسته باشیم هموطنان گرامی قدر که با پیشنهاد برنامه همون یک کمی خوشحال گردانده باشیم شما را این اقبال بلند ما هست همیشه سعادتمند باشید همیشه لبانتان پر از تبسم باشد همیشه استقلالیت در وطن عزیزمون تاجیکستان آفتابی ابدی باشد عزیزان دل با امید دیدارهای نوبتی خب دوستان عزیز ترانه انجامی رو محمد الله عارفوف همراه مروجان محمد رحیموف می سرایند باقی تنصیحت باشد مرمت خواهش میکنم
I'm